کیفمو زدن. املاکی پولمو خورد. آخه قیمت این تور این نبود. 10 لیر کجا؟ 100 دلار کجا؟ کفاش هم سرم و کلاه گذاشت. عمرن دیگه تو ترکیه سوار تاکسی بشم. سرتون و کلاه نذاره. هلو، خوش اومدید به یه ویدیو جدید از کانال یوتیوب من. امروز میخوام راجع به یه سری اتفاقاتی که توی ترکیه ممکنه براتون بیفته و شما رو توی درد سر بندازه بهتون بگم که بیشتر مراقب باشی. اگر هدف اومدن به ترکیه رو داری، چه به قصد سفر چه به قصد مهاجرت، حتما این چند تا نکته‌ای که بهتون میگم و توی سفر خیلی مراقبش باشی، چون کلاه بردارا در کمینن. اولین نکته ای که خیلی توریستا باهاش برخورد میکنن، دوستان هموطنی هستن که توی خیابون استقلال، چون اکثرا یا هتلاتون رو تو تقسیم میگیرید تو خیابون استقلال میگیرید، یا اینکه رفت آمدتون به اونجا خیلی زیاد هستش، یعنی رفت آمد ایرانی ها کلا به اون منطقه زیاده، و دوستان ایرانیمون که اونجا بلیتای تور میفروشن، تورای کشتی، تورای جزیره، تورای آکواریوم، خواستم بهتون بگم که خیلی مراقب باشید، به خاطر اینکه قیمت واقعی این تورها این نیست. یعنی شما اگر یک تور جزیره‌ای که خودتون میتونید با 20 لیر برید و برگردید رو، اگر بخواید از اونجا تورش رو تهیه بکنید، باید حداقل 30 تا 40 دلار پول بدید بابتش. پس مراقب این نکته باشید و قیمت ها رو کامل بگیرید، و حداقل اگه واقعا وارد نیستید که خودتون بخواید این مسیر رو برید، میتونید از گوگل مپ استفاده کنید، میتونید از گوگل ترنسلیت استفاده کنید و مسیرتون رو به هر حال پیدا کنید. ولی اگر واقعا تصمیم دارید که از یکی از این شرکت ها تور تهیه بکنید، حتما بگردید و اون شرکتی که ارزون تر هستش رو انتخاب بکنید. خیلی تاثیرگذار بود. و شاید بهتر بود بگم اولین نکته اینیه که الان میخوام بهتون بگم. چرا؟ چون شما به محض اینکه وارد ترکیه میشید، اولین چیزی که نیاز دارید تاکسیه. کجا میری جوون؟ و باید سوار تاکسی بشید که تا به مقصدتون یا هتلتون یا جایی که رزرو کردید برسید. بچه ها، تاکسی ها اینجا متاسفانه وقتی میبینن طرف توریسته و خیلی وارد نیست، یه ذره کم لطفی میکنن و مبلغ زیادی از توریستا پول میگیرن. اونه داداش فکر کن 1% پول بگیرم. حتما قبل از اینکه سوار تاکسی بشید، یعنی موقعی که سوار شدید، یه ورودی داره تاکسی ها که اصولا 10 لیره، ولی از اون کسی راننده تاکسی بخواید که براتون کیلومتر تاکسی رو روشن کنه که بر اساس اون شما مبلغ بدید. هر مبلغی که قرار شما به راننده تاکسی پرداخت کنید، وقتی کیلومتر شمارش روشن بشه، گوشه آینه میزنه و اون به لیر هستش، به دلار نیست. پس حتما بهشون بگید که کیلومتر شما رو روشن کنن، و اینکه سعی کنید که بازم از گوگل مپ استفاده کنید که دور شهر شما رو نگردونه، فقط به خاطر اینکه کیلومتر بیشتری بندازه. مسیر رو خودتون در واقع یه جورایی بهش آشنا باشید. نکته بعدی که باید بهتون بگم اینه که اطراف مناطق تاریخی و توریستی که میرید، اطرافشون چیزی خرید نکنید، و اینکه رستوران های اطراف اونجا هم استفاده نکنید، به خاطر اینکه قیمت هاشون خیلی بیشتر از قیمت های مراکز شهره. مثلا شما مسجد سلطان احمد که میرید، اطرافش خب رستوران زیاده و مغازه هایی که حالا اون اشیای تاریخی رو میفروشن خیلی زیاد هستش، اگر از اونجا خرید بکنید قیمت ها بالاتره. نکته بعدی جیب بران. خیلی حواستون باشه، برای اینکه ممکنه شما مثلا توی یه رستوران نشسته باشید، در حال میل کردن غذاتون باشید، اون وقت یه نفر بیاد به عنوان حالا نیازمند و گدا بیاد بخواد از شما مبلغی رو بگیره، حواس شما رو پرت بکنه، در حالی که تیم هستن و ممکنه یکی دیگه وقتی میبینه حواس شما پرت اون شخص شده، میاد و کیف شما رو میزنه.
پس از گذاشتن کیفتون پشت صندلیتون، روی پشتی صندلیتون خودداری کنید و حواستون به خصوص به مدارکتون و پولهاتون باشه. توی جاهای خیلی شلوغ مثل مراکز خرید، مثل بازارها، پولتون از تو کیفتون در نیارید و نشمرید، چون ممکنه که جیب برها شما رو زیر نظر بگیرن. مردم چه نقدر مادی شدن بابا، جونتو که نمیخوایم بگیریم، کیفته بده بره، بذار ببره. حریص شدن، حریص. یه قشر دیگه ای که اینجا یه مقدار میشه گفت از موقعیت توریستا سوء استفاده میکنن و کلاه برداری میکنن، کفاشان. کفاشا چرا؟ مثلا شما دارید توی خیابون استقلال راه میرید، میبینید که واکس کفاش افتاده، بر میدارید که بهش بدید، از شما میخواد که برای جبران کفش شما رو واکس بزنه، و وقتی شما کفشاتون رو میدین واکس بزنه، موقع خدافزی مبلغش رو ازتون میگیره، اونم نه یه مبلغ معقول، بلکه یه مبلغ خیلی خیلی بالا، از شما میخواد که بهش پرداخت پول بده. پول بده، پول زور بده، پول. خیلیاتون به نیت مهاجرت میاد ترکیه، و خب برای مهاجرت کردن لازمه که شما یه ملکی رو تهیه بکنید. توی این مقوله متاسفانه توی ترکیه خیلی کلاهبرداری میشه به شکل‌های مختلف. وقتی شما ممکنه که شما بگید که خب من وارد یه املاک میشم و یه آدم موجه اونجا پشت یه میز نشسته. تو که ظاهر شما نشون میده شما آدم با خدایی هستی. میشم و یه آدم موجه اونجا پشت یه میز نشسته، من بهش مراجعه میکنم، میخوام یه ملکی رو به من معرفی بکنه، و شما بعد از اینکه با اون شخص به مشکل میخورید بخواید برید دوباره تو اون املاک و بهشون بگید که توسط یکی از کارکنان اون املاک سر شما کلاه گذاشته شده، املاکی اون قضیه رو قبول نمیکنه، چون اون فرد فقط توی اون املاک میز اجاره کرده. به نمایندگی از ملت ایران باید توف کنم تو صورتی. پس مراقب باشید، با املاکای خیلی معتبر کار کنید. اینکه فقط یه خونه رو مثلا دوستی آشنای کسی برای شما پیدا کرده باشه بخواید اون خونه رو تهیه بکنید، این کار رو اصلا نکنید، چون الان جدیدن شرایط خرید ملک تو ترکیه و گرفتن اقامت هم یکم سخت گیرانه تر شده، بنابراین اون خونه که شما میگیرید باید خیلی از شرایط رو داشته باشه. پس با جاهای خیلی خیلی مطمئن کار کنید، و اینکه نگید این پسر خالمه، دختر خالمه، نمیدونم حتما کمکم میکنه، یا آدم موجهیه. بچه ها اینجا خیلی دیده شده که طرف اگه بری وارد زندگیش بشی میبینی که یه زندگی کاملا نرمال و حتی سطح پایین داره، ولی لباسهاش لباساییه که شما وقتی میبینید فکر میکنید خیلی آدم موجهی هست. دقت کنید توی این مسئله. و اینکه اینجا خونه اجاره‌ای رو اجاره بدن خیلی زیاده، یعنی طرف خونه رو اجاره کرده مثلا ماهیانه 4000 لیر، میاد به شما اجاره میده 5000 لیر. این مورد خیلی زیاده. سعی کنید که قراردادتون فقط با شخص صاحب خونه باشه، تو املاک بنویسید ولی با شخص صاحب خونه باشه. قبول نکنید که املاک ها از طرف خودشون با شما قرارداد ببندن، چون این هم ممکنه شما رو دچار مشکل بکنه. الان گرفتن اقامت توی ترکیه یه ذره شرایطش سخت شده، و خیلی از شرکت ها متاسفانه از این موقعیت دارن سوء استفاده میکنن، و با گفتن جمله این که من فقط میتونم آدمشو دارم، نفرشو دارم، قطعا من براتون میگیرم، پولای خیلی زیادی به دلار دارن میگیرن از مهاجرا و هیچ کاری نمیتونن بکنن. بنابراین توی این موردم خیلی خیلی مراقب باشید که گیر این کلاهبردارا نیفتید. و اگر بچه ها موردی هستش که شما هم فکر میکنید که ممکنه ایرانیایی که وارد ترکیه میشن از اون طریق سرشون کلاه گذاشته بشه، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. خلاصه که حسابی مراقب باشید. همونطوری که توی این ویدیو بهتون گفتم، خرید سیم کارت میتونه خیلی از این مشکلات شما را حل بکنه، به خاطر اینکه شما هم دیگه اون موقع زبان بلدید، هم میتونید مسیریابی کنید که کسی سرتون رو کلاه نذاره. چطوری ایرانی؟
خیلی ممنون که تا آخر ویدیو منو همراهی کردید. خوشحال میشم اگه ویدیوهای من به دردتون میخوره، حتما منو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که من ویدیوهای جدید که میذارم متوجه ویدیو بشید، و اینکه لایک و کامنت فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. تا ویدیو بعدی، بای بای.